مجان دوربین ما کدامه؟ وسطیه؟ حالا همش یه جوره دیگه. بله. دوربین دوربینه دیگه. به نام خدا، با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد به حضور شما بینندگان ارجمند، همونطور که وعده کرده بودیم امروز دو مهمان عالی قدر رو در برنامه داریم. آقای مهندس حسن فیروزی، مهندس کشاورزی و آبیاری هستند و در جلسات مختلف میزبان ایشان بودیم و شما با چهره و اندیشه های ایشان آشنا هستید. مهمان عالی قدر دیگر شخصی است که از نظر مقام مذهبی درجه آیت اللهی دارد و از نظر علمی درجه دکترا در حقوق دارد و یکی از مشاورین فقهی و شریعتی حکومت بعد از حکومت شاه بوده، نمیخواهم بگویم حکومت اسلامی یا ضد اسلامی، حکومتی که از نظر تقویم و تاریخ بعد از حکومت شاه آمده و به عللی که بعدا تشریح خواهند کرد خودشون مورد غضب قرار میگیرند و به علت حق‌گویی مدت 5 سال در سخت‌ترین شرایط بازداشت و زندان و زندان انفرادی قرار می گیرند و در مرحله مرگ و بعد به وسیله دوستانشون آزادی فراهم میشه براشون و به کشور آلمان تشریف میارن و در اونجا ادامه تحصیلاتشون رو میدن و در رشته حقوق فارغ التحصیل میشن و کاری وکالت رو پیش میگیرن و بعد با آمریکا تشریف میارن و در اینجا به خدمات به انگلیسی legal support میگن بهش، که خدمات جنبی حقوقی میکنن در اینجا و زندگی شرافتمندانه خودشون رو ادامه میدند. چون میتوانستن در ایران بمانند و خلاف عقیده خودشون بگویند و عمل کنند و یکی از چهره های موفق و ماندگار اون حکومت باشند، ولی به علت اعتقاد به اون چه که اعتقاد دارند و ارزشی که برای اعتقاد خودشون قائل هستند این امکانات رو رها کردند و حتی جان خودشون رو در معرض خطر قرار دادند. من نه با عقاید ایشان موافق هستم نه با عقاید آقای مهندس فیروزی، اما برای هر دو بزرگوار فوق العاده احترام قائلم و فکر میکنم بزرگترین عبادتی که در حال حاضر در این لحظه در شرح انجام است، عبادت در دین من، مهمترین صلات و مهمترین عبادت در این لحظه انجام میشود که خدا میگوید در قرآن همه اقوال رو بشنوید، همه اقوال رو، نه اقوالی که شما ساختید و بهترینش رو انتخاب بکنیم. شما باز بریدن زبان من و بریدن گوش من چگونه میتوانم من بهترین اقوال رو بگویم یا بهترین اقوال رو بشنوم؟ تو که گوش من رو بریدی و زبان من رو بریدی. هر کسی قول دارد، قول او رو هم باید بشنوم، نه فقط قول کسانی که پیرو تو هستند. امروز بسیار برای من روز با ارزشی است که از عقاید آموختنی و عبرت گرفتنی که لزوماً ممکن است با عقاید من تطبیق نکند بشنوم، بیاموزم و تعدیل و تأثیر بدهم اون رو در عقیده خودم. من بعد از اینکه به دکتر حائری فرصت داده شد که با شما معارفه کنند و همینطور با آقای مهندس فیروزی، از ایشان تقاضا میکنم که شرح مختصری از زندگی علمی
و شرح مختصری از چگونگی ایجاد اختلاف و جدا شدن از حکومت فعلی رو برای ما تعریف کنند، تا اینکه ما سوالات دینی خودمون رو از شخصی که کارشناس دین است مطرح بکنیم در ارتباط با حق بیان، حق حاکمیت فردی، آزادی بشر، حقوق بشر و مطالب دیگری که پیوسته خواهد آمد. و خبر خوب دیگری که دارم این است که ما با آقای فیروزی در شخصیت فرهنگی ایشان کمتر شما یعنی آشنا بودید، من آشنا هستم. مهندس حسن فیروزی اولین ایرانی است که در 25 سال اخیر بیش از 150 سخنور و گوینده توانای علمی رو در سطح جهان به وجود آورده و معرفی کرده و تقریبا امروز همه کسانی که شما میشناسید که سخن میگویند و سخن اینها به گوش شما میرسد، چه در دانشگاه ها چه در سمینارها، اینها در سمینارهای فیروزی شروع به کار کردن، همه اینها من جمله خود من. و ما همه این خدمت فرهنگی رو به این شخص بدهکار هستیم و جا دارد که از ایشان سپاسگزاری بشود. چند روز پیش که تلفنی با هم صحبت میکردیم به من گفتند که من تا زیر خاک نرفتم، دلم میخواد که بزرگترین و آخرین کنفرانس و سمینار برخورد عقاید افراد پیرو معنویات رو یک بار دیگر تکرار بکنم و بعد چشمم رو ببندم و از این دنیا برم. و من امیدوار هستم که با حضور نیروهای جوانی مثل نیروهای دکتر حائری ما قادر باشیم که این خواست ایشان رو عملی بکنیم و چنین سمیناری برای برخورد عقاید دینی ایجاد شد. آقای دکتر حائری خوش آمدید. بعد از معارفه شرح مختصری از این که از کجا آمدید و به اینجا رسیدید برای ما تعریف کنید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای فیروزی و همچنین بینندگان عزیز که تصویر ما رو میبینن در هر کجای این جهان بیننده نظارگر برنامه هستن، خدمت یکایک سلام دارم و به باورمندان عاشورای حسینی تسلیت میگم. امروز روز هفتم محرم است و کسانی که به عقیده به امام حسین به فلسفه انقلاب یا حرکت او ایمان دارن به معنای واقعی در ایستادن در مقابل ستمگر و مبارزه با استبداد بود ایمان دارن تسلیت عرض میکنم. من همچنان که فرمودی مهدی حائری هستم. من شاگرد آقای خمینی بودم، متاسفانه یا خوشبختانه پیش آقای خمینی درس می‌خوندم، پیش مراجع دیگه، پیش آقای خویی، پیش مرحوم اسد محمود شارودی نجف بودیم. بعد خدمت هستم. خب جوون بودیم، متاسفانه پسر پهلوی این همه خدمات اجتماعی رفاهی برای جامعه انجام داده بود، ما جامعه باز سیاسی نداشتیم، نمیشد حرف بزنی، اینو همه تلمبار شده بود. عقاید جوون دیگه، دنبال هر کسی که یه نغمه مخالفت بلند کنه دنبال او بودیم، میدیدیم. البته اون زمان مشکلاتم بود مثل همین الان، همین چیزها در اون زمان در اون رژیم هم بود. واقعا خیلی ما میرفتیم دیات، آباد نبود، مردم در فقر بودن، ناداری بسیار فریاد میکرد. خب اینا برای یک جوان مؤثر یا دانشجو یه جلوه هایی داشتن، حرف هایی که آقای خمینی میزد واقعا من رو فریب داد. من واقعیتش بگم مثلا همراه انقلاب آقای خمینی بودیم، ایران آمدم، بعد در انقلاب بودیم، حالا سمت های همچنان که فرمودی داشتم در دولت آقای بازرگان،
خدمتتون عرض کنم که من اولین اختلاف من با استادم آقای خمینی در این بود که آقای خمینی در پاریس نشسته بود، گفت مجلس مؤسسان تشکیل میدیم، آمد تهران گفت مجلس خبرگان، یهو دبه در آورد. من یه مقاله نوشتم تو روزنامه، نوشته بودم که این 6 شماره چاپ شد، جلوش گرفتن همون زمان. این آقای قدوسی، علی قدوسی دادستان بود، داماد مرحوم علامه طباطبایی بوده، این من رو خواست و گفت آره شما خیلی انقلابی میخواید بازی در بیاری، حالا چه فرق داره بین آخون بازی ها، چه فرق داره بین خبرگان و مؤسسه اون دستاش اینجوری کرد؟ گفتم آش چه بیشتر تو اگه فرقش بلد نیستی، من فرقش بلدم. مجلس مؤسسان در تصور حقوقی ما، ما یه مجلسی داریم برای مجلس مؤسسان، از تمامی صنوف صنفها یه مجلسی تشکیل میدن، همه گروه ها، همه طبقات اجتماعی نماینده میفرستن، قانونی رو تصمیم میکنن که در برگیرنده منافع تمامی اقشار جامعه است. به این تصور و تصدیق ما تو قانون قبل داشتیم، مجلس مؤسسان داشتیم. وقتی میگن مجلس مؤسسان، من آن واحد ازش تصور دارم که چیه، چه مجلسی است. اما مجلس خبرگان، خب شما اول سوال است که خبره در چیه؟ میگه خب خبره در اسلام دیگه، حتما دیگه. و اسلام هم شما فقط همین 4 تا آخونده میشناسید دیگه، نه؟ میگه خب همین اینا خبره هستن دیگه. بعد تمام نمایندگان مجلس خبرگان نماینده رهبر بودن در شهرستان ها، عضو مجلس خبرگان. در حقیقت آمدن قانون تصویب کردن در برگیرنده منافع یک طبقه، یک قشری از جامعه که روحانیت یک قشری از واقعیت است. آدم نمیشه منکر روحانیت بشه، روحانیت یک قشری از جامعه بوده هست، اما قانون تصویب شده به نفع روحانیت، دیگران رو نادیده گرفتن، همه کاره ایمان روحانیت شدن. مردمی که 1500 سال مسلمان بودن یهو مردم بیشعوری شدن، مردم فاقد درک و تشخیص شدن، مردم نمیتوانستن درک و تشخیص بدن که چه کسی اصله هست، چه نفری رو باید به یه مجلسی بفرستن. خب گفتم آقای خمینی اگه واقعا این حقیقت دارن مردم، ما حالا میگیم سلام نام، شما حرفت درسته، مردم فاقد درک و تشخیصن که چه کسی رو باید به مجلس بفرستن. خب همین مردم فاقد درک و تشخیصن، پای صندوق رای برن رای بدن. اگه میگی اینا صغیرن، خب صغیر پای رای بردی، صندوق بردی، رای هم دادن، خب چه اثر داره؟ اثر شرعی قانونیه که صغیر اعمالی رو انجام بدن اصلا نافذ نیست. به همین جد ما چون ولی داریم صغیر هستیم. اگه قرار باشه که ما ولی نداشته باشیم، خب کبیریم دیگه، خودمون تعیین میکنیم، خودمون تشخیص میدیم. پس این اولین تضاد من با آقای خمینی. یعنی صغیر خودش رأی به صغار خودش. بله دیگه. دومین اختلاف من با آقای خمینی بود که آقای خمینی آمد گفت به جمهوری اسلامی رأی بدید. ببین من اینا مقاله نوشتم هست، نوشتم که آقا جمهوری کلمه ایست یعنی حکومت مردم بر مردم. خب ما در باب معاملات فقهی یه بابی داریم به نام باب ملازمه، میگن هر چیزی که ملازمهش با عقل جور در نیاد حکمش باطله، به حکم این که گفت ما حکمه به شرق که ما حکمه به العقل، یا حکمه به العقل که ما حکمه به شرق. هر چیزی رو عقل بر بطلان حکم کند، شرع هم همون رو داره، هر چیزی که عقل او رو تجویز کنه، شرع هم همون تجویز میکنه. حالا آقای خمینی آمد مردم رو فریب داد. چجوری؟ این باب ملازمه، گفت مردم بیاید به جمهوری اسلامی رای بدید، به جمهوری رای بدید. خب جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم دید. اما آمد گفت به اون جمهوری شرط گذاشت، گفت به اون جمهوری رای بدید که از خودتون سلب جمهوریت میکنید، در نهادش ولایت مطلقه و سلطنت مطلقه هست، یعنی شما هیچ کار هستید بدن. یعنی مردم آمدن رای دادن که مسلوب الاختیار بشن، اصطلاح شرعیش، یعنی هیچ کاری نیست. به همین جن محمد یزدی و جنتی و دیگران میگن مردم هیچ کاره هستن، برای این اساس میگن. اونا تصورش اینه که مردم همه صغیرن، چون صغار حق ندارن اصلا. یک کسی آقا بارا من گفتم یک صغیری بیاد شراب بخورد، نماز نخونند، حالا اصلا سنگ بدن شیشه همسایه رو بشکنن، خب صغیری که مجازات نمیکنن، میرن ولیش میارن مجازات میکنن. قاعده با قاعده فقهی دیگه، ولی باید توانش بپردازه. چرا مردم مجازات میکنید اگه صغیرن؟
ریشه و میگن ریش پن و کوسه که نمیشه که در یه جا که شما دارید پیشنهاد میکنید که هر کی از جنایتی انجام داد ایشان رو مجازات کنید. واقعا همینه، چون که من وقتی ولی داشته باشم، ولی مقصر است، ولی هم باید گناهم رو تحمل کنم، مجازاتم رو باید اون پول بهاش بپردازه، چون من صغیر بودم دیگه، ولی دارم. یا باید بگید آقا نه. بعد اینه، گفتم آقا قاعده ملازمه حضرت آیت الله این است که میگه که شما آمدی به من اینجوری آمدی گفتی آقای حائری، ای مردم ایران، من روح الله خمینی با شما میخوام پیمان ببندم روز 12 فروردین برید به سن پای صندوقای رای، به جمهوری رای بدید، از خودتون سر به جمهوریت میکنید. گفتم آقای غلطه، مثل این که شما بیاد آقا من خانم را به این آقای حائری میفروشم، شرطش این است که توش استفاده نکنم. آقا همه فقیهان گفتن این معامله باطله یا نه؟ نفس عقد، نفس معامله تمتع است، استفاده کردنه، بهره برداری کردنه. تو نمیدونی ماشینش به من بفروشی بگی آقا ماشین رو میفروشم به شرطی که سوارش نشی، خب باطله. شما بیا به مردم بگی آقا بیا به جمهوریت رای بده که از خود سلب جمهوری بکن. این درست همون قاعده ملازمه است، شرط فاسده، شرط فاسد مبطل عقد است. به نظر من اصلا جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکرد در روز 12 فروردین. چرا؟ چون یک طرف معامله آقای خمینی بود. خود آقای خمینی در رسالش نوشته میگه آقا از شروط معامله 4 چیز است. هر معامله، من میخوام یه لیوان بخرم، یه کتاب بخرم، اسب بخرم، ماشین بخرم، هر چیزی، اساس هر معامله این اجماع ماست مسلمانان که 4 چیزه. اولیش عقله، یعنی من باید عاقل باشم، بالغ باشم. دومش با بلوغه. سومش نیت قصده، که من بدونم که آقا من دارم به این همینجوری نمی، حتی در عقد نکاح میگن آقا باید قصد انشاء داشته باشید. مثلا تو این فیلم که میذارن سفره میذارن، طرف میاد میشینه عروس داماد عقد میکنن، اون عقد نیست، اون یه فیلمه، چون که قصد انشاء در وجود نداره. فرد ایرانی اگر آمدن گفتن آقا ما مصلوب الاختیاریم، از این به بعد اختیارمون دست شماست، ای روحانیون، این شما هستید، بتازید بسر نوشتم. آقا چطور میشه در اصل 110 قانون اساسی نوشته ما رئیس جمهور داریم، انتخابات داریم، همه اینا رو آقا خودش انتخاب میکنن؟ آقا میاد اعضای مجلس شورای نگهبان انتخاب میکنن، اعضای مجلس شورای نگهبان میان اعضای مجلس خبرگان رو تایید میکنن، در خبرگان میان رهبر، یعنی رهبر خودش تایید کرد. آقا این بزرگترین مسخره بازی دنیاست. میفرمایید که سفیه میتواند که رأی به صفاحت خودش بدهد یا نه؟ نه نه، اصلا اونم نمیتونه. قانون مدنی، در قانون مدنی ایران که ام القوانین ماست، از شریعت اسلام گرفته شده، از فقه شیعه گرفته، از کتاب شرایع گرفتن، در 1300 اینا نوشتن، 1302 جمع آوری کردن، در اونجا ماده 218 باید باشه، الان 1218 هست یا 19 هست، که میگه اگر فردی، این افراد میگه احتیاج به ولی دارن، صغیر، کسی که مجنون، صفی و کسی که ولی قهری ندارد. اگر در یک جامعه ای من برادر دارم، برادرم صفیه، من وظیفه منم. من اگه فرزندی دارم، فرزندم کم عقله یا مثلا به سن بلوغ نرسه، وظیفه منه، نه حاکم شهر. حالا آقای دکتر روی این جزئیات خواهیم رفت. حالا بله، من این چه کردن، جایزه شما چی بود؟ بله، من یک کتابی نوشته بودم، اینا رو جمع‌آوری کرده بودم، این اوائل انقلاب، به نام آیین دادرسی در اسلام. بعد اینه چند جلدش چاپ کرده بودیم اینا، من دوتاشو برای آقای خمینی فرستادم، دو جلدش برای آقای بهشتی فرستادم، که اینا شما بخونید، اصلا قوانینی که شما میگی اینجوری نیست، چون من قبلا حقوق خیلی کار کردم، اینا رو براشون جمع آوری کردم نوشتم. بعد یه آمار گرفتم در تمام طول سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، این یه واقعیته، 38 سال سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، اونایی که به حکم قاضی اعدام شدن 1345 نفرن. 38 سال اونایی که به حکم قاضی اعدام شدن، حالا درگیری و اونایی کار ندارن، محکوم به مرگ شدن برای هر چیزی. فقط ما در سال اول انقلاب، سال 58 به 59، بالای 12,000 نفر حکم اعدام داشتیم، اعدام شده، حکم اعدام،
یعنی اینا اعدام شدن، اونا که خلخالی کشتن ها، اونا اصلا آمار نداریم. اونایی که به حکم یک قاضی شهر مثل محمدی گیلانی، محمدی رئیس شهری، مثل آذری قمی، آقای محمد یزدی، اینا همشون حاکم شهر بودن در همه جا. خدمت تلفنی حکم اعدام میدادن آقای یزدی، محمد یزدی که الان با این رئیس قوه قضاییه درگیر شده، رفیق من، با من دوستی داره. حالا تلفنی من یه جا نشسته بودم، تلفنی داشت حکم اعدام میخوام براش، برای یکی دیگه که اونجا برای اجرا کنم. خلاصه به این ترتیب اینا که اعدام شدن، سال اول بالا 12,000 نفر ما کشتیم. اسلام مگه گفت شما بکشید؟ آقا این آیه قرآن چی میگه؟ میگه ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم خون مردم نریزید، خون بیگناه نریزید. میگه اگه شما یک نفر را احیا کردی، یک نفر را زنده کردی، آدم که نمیذاره کسی رو زنده کنه، مراد اینه. میگه اگه شما یک نفر را زنده کردی، نجات دادی، من احیاها که انما فکر انما احیا الناس جمیعا. نه ایمان، نه مسلمان، نه یهودی، نه این فرقه رو میگه. میگه اگه شما یک انسان را احیا کردی، مثل اینکه همه مردم جهان را زنده کردی. انسان، من احیاها، ضمیرش برمیگرده به ناس، فکر انما احیا الناس جمیعا. بعد چه شد آقای دکتر؟ حالا وقتی که این نظریات رو دادید به آقای خمینی؟ بله، ما رو گرفتن و انداختن زندان و گفتن آره شما از آمریکا پول گرفتید و فلان، و قبله شما آمریکایی بوده و دین شما فلان، این چیزا رو چسبوندن دیگه به ما. خلاصه حاکم شهر یه شیخی بود، همین آقای گیلانی، برام نوشته بود، هست تو پرونده ما، هست نوشته آمد. من بعد از 7 ماه که من زندان انفرادی بودم، یه روز در زندان رو باز کردم، رو بردن گفتن آقای حویری هویت شما برای ما محرز است، علت دستگیریتون شهر دید. زیرش نوشتم شیخ بی سواد، علت دستگیری یک علت فاعلی است. از من که مرگ گرفتی چه تذکرم با اون پدر سفک مرا آورد اینجا ببر از اون سال کن. بعد گفت رفتم ما رو 5 دقیقه برد دادگاه، گفتم که خب چرا ما را آزاد نمی کنیم، من چه کار کردم؟ گفت احتمال می دهیم اجمالا به اینجوری هم صحبت می کنیم، گفت اجمالا به این نتیجه رسیدیم آزادی شما برای جمهوری اسلامی خطر دارد. گفتم بنازم به خودم، این شما میگید کاخ نشین کرملین و سفید و اینا از انقلاب اسلامی میترسن، شما از من میترسید، از آزادی من میترسید، من خیلی آدم بزرگم، خود شوخی کردم. بعد گفتم آ شیخ میتونی به من بگی که یک فقیه، یک اصولی در طول تاریخ شیعه آمده باشه علم اجمالی رو حجیت دانسته باشد؟ اصلا میشه به علم اجمالی عمل کرد؟ من اجمالا میدونم یه چیزی اتفاقی افتاده که چی رو میخواد ثابت کنه. اجمال رو برای مردم، اجمال ببین در مقابل یه یقینه، مثلا یه کسی میگن آه یه متهمی داریم، ما یقین داریم که ایشون آدم کشته. خب برای این ادله واضح هست، روشنه، او را در فیلم ازش گرفتن، سر قتل دستگیرش کردن، چاقوی خونی دستش بوده. حالا اینا قرائن به اماره قضایی بهش میگن. حالا اجمال کسی است که فقط شنیده، هیچ چیزی چیزی در وساط نیست، حکم ما هیچ ادله را نداریم، اما فکر میکنیم که احتمال میدیم که همین باشه. یعنی احتمالات، ظنیات، که اصلا ظنیات و احتمالات و که اون اجمال میگن که مجمل و اجمال اصلا حجیت قانونی شرعی ندارد. یعنی در واقع فلهی، بله من به اونجوری اجمال هم میگم، محاکمه میکنم. بله محاکمه. بعد اینجور گفت نه، گفت که آقا شاهد باشید، این دید جواب نداره. گفت 3-4 نفر اونجا بودن، گفت آقا شاهد باشید، آقا حرمت دادگاه رعایت نکرد، خیلی حوزه علمی است. نوشتن استجاره کردن 30 ضربه شلاق مر زدن همون روز، که چرا در مقابل قاضی حرف بزنن. با چند وقت زندان بودین جناب علی؟ من از سالش درست 60 دستگیرمون کردن، بعد خدمتتون عرض کنم که سال 64 من از زندان آمدم بیرون، 1 سالم تو نائین تبعید بودم، بعد از اونجا هم خلاصه فرار کردیم، بودیم ما هر کجا هستیم برای سلامتی آقای خمینی تبعیدی میکشیم، داره چه نائین باشه چه خارج باشه در آمدیم دیگه، فرار کردیم به سختی و زحمت. یک سوال مهم آقای
دکتر حایری مطرح است که مربوط به آقای مهندس فیروزی میشه. آقای مهندس فیروزی عمو و عموزاده هاشون رو حکومت جمهوری اسلامی به جرم باهایی بودن و جاسوس اسرائیل بودن بدون محاکمه اعدام کردن و چندین بار هم آمدن که شما اعلام اسلام بکنید و ترک شرک بکنید و چنین بکنید چنان بکنید، خیانت های شما بخشیده میشه و جاسوسی شما بخشیده میشه و اینها، ولی محاکمه نشدن و در واقع از اینها مدرک و دلیلی نخواستن، یا اینکه شرایط معمولی رو که در هر جنگلی هم الان برقراره که یک کسی رو که شما به اتهام محاکمه میکنید اتهامش ثابت بشه، اتهامشون ثابت نشده بود، فقط برای اینکه به صورت فردی یا به صورت گله‌ای باید بگیم اینکه هر کی باهائی جاسوس اسرائیل و چون شما باهائی هستین جاسوس اسرائیل هستین و دلیل هم نمیخواد دیگه، باید اعدامتون بکنن و اعدامشون هم کردن و چندین بار بهشون گفته بودن که شما محکوم به اعدام شدید، اگه تا چند ساعت دیگه اسلام نیارید اینطوری میشه اونطوری میشه، بعد تیر هوایی در کردن، من تیر بغل گوششون در کردن، بعد چشمشون رو باز کردن و گفتن دفعه دیگه شوخی نمی کنیم و جدیه و از این حرفا. یکی از سوالاتی که ما بعد از تنفس مطرح خواهیم کرد مسئله چگونگی محاکمه در منظر قرآن شریف هست و سوال بعدی هم این که سخنان اخیر آقای خامنه ای درباره نجس بودن باهائی ها که اینها یه گروه زاله هستند که محارب با خدا هستند، نجس هستند و هر نوع معامله با این نجاست ها حرامه، یعنی کسی هم که با اینها معامله میکنه مرتکب فعل حرام شده، لازم المجازاته. سوال من از جناب عالی به عنوان کارشناس دینی این است که به فرضی که باهائی مشرک باشه یا فاقد صلاحیت باشه یا اینطوری که آقای خامنه ای فرمودن نجاست باشند یا نجس باشند یا هرچی که میشون فرمودن، از نظر تعامل یعنی از نظر معیشت وقتی که شما در بلاد اسلامی، اگر این بلاد رو بلاد اسلامی نام بگذارید، اینها که تحت حمایه شما هستن اینها چه جوری باید زندگی بکنن اگر که تعامل نکنن؟ یعنی آیا دستور مرگ اینها رو صادر کردن که اینها زنده به گور بشن از گرسنگی، از بدون امکانی، و بعد اینا مالیات باید بدن همونطور که آدم سفیه رأی به سفاهت خودش میتونه بده ولی بقیه کارا دیگه شرایط این کار رو نداره؟ به نظر شما چون این امر یک وصله و یک لکه ننگین بر دامان قرآن و بر دامان اسلامه، برای اینکه این در قرآن در دنیا نهادینه میشه که یک شخصی که رهبر شیعیان جهانه، ادعایشون اینه دیگه، رهبر شیعیان جهان اومده یه گروه 8 میلیون باهائی ما در دنیا داریم، 10 میلیون باهائی در دنیا داریم، همه اینها یک جا نجس هستن، یک جا جاسوس اسرائیل هستن، یک جا خائن هستن، یک جا مشرک هستن و همه اینها که در ایران هستن اینا نباید باهاشون معامله کرد، پس باید باهاشون چه کرد؟ من از شما سوال میکنم که اولا نظر شما، نظر تحقیقاتیتون چیه و بعد هم قرآن و شریعت در این مورد چی میگه آخه نسبت به یه عده‌ای که شما حمایت اینها رو به عهده گرفتین؟ عرض کنم که شخصا اعتقادی به بهائیت ندارم و فکر میکنم بهائیت دینی مستقلی نیست، خود در هیچ جای کتابای بهائی حضرت بهاءالله نگفت من پیغمبر هستم، یعنی هیچ ادعای، من خیلی کتاباش خوندم
هیچ جایی نمیتونم باید بیارن که بگیم بگم من پیغمبر جدید هستم، دین جدید. یه آدم مصلحی بود داشت در اون جامعه که اون روزگاه بود اصلاح دینی کنه، چون خیلی خرافات بوده و خرافات بیش از حد در زمان همین اون روزگاری که اونا پا به عرصه وجود گذاشتن، قرن 18 و قرن اوایل قرن 19 در نجف در همه جا، واقعا یعنی طوری بود که دیگران انتظار یک ناجی یک منجی را میکشیدن. یک بعد خدمت کنم، من اولا که توضیح بدم، من در سال 1372 من اولین بار به عنوان یک روحانی مشتهد یه فقیه جلوی سفارت ایران در بن عده زیادی را جمع کردم، اونجا تظاهرات کردم، من گفتم که من مخالف این هستم بهایی ها رو به جرم این که بهایی هستن تحت تعقیب قرار بدن. الان نیست اینا، شما ها امروزه این حرف رو میزنی، سال 70 که میشه 92-93 میلادی. بعد روزنامه کیان نوشته، اون روز بی بی سی با من مصاحبه کرده، رادیو آمریکا با من نوشته، فرد معلوم الحالی به نام مهدی حائری و گروهک ساخت انگلیس ها رو گفت به اینا تعقیب، اینا رو من مخالف تعقیب اینا هستم، مجازات اینا هستم، اینجوری اینجوری. یه عالم آقای شهید مدری فوشم به ما داده که یانشم دارم. خلاصه اینو میخوام بگم که من واقعا به اجتهاد من، ما یک روزگاری یک امت اسلام بودیم، امت اسلامی بودیم، یک خلیفه داشتیم، خلافت بوده، دی غیر مسلمانان در ذمه ما بودن، با مطابق قوانین با ذمیان برخورد میکردن، معاملات میکردن، هر نوع معاملهی که مسلمان با مسلمان میکرد میتونست با یهودی و بهایی و خدمه از کنم صاحبان شریعت دیگر این کار رو بکنن. اصلا در بحثی در این نیست. دومی که ما امروز اینا همه این معیارها، ما اصولا از نظر فقهی میگن ما یک موضوع داریم، یک عناوین داریم، میگن اصلا این موضوعات، این عناوین همه از بین رفته، ما دیگه اینا رو نداریم که مثلا بیان بگیم آره حکومت اینا پس ذمی هستن، نامسلمان هستن، پس باید با اینا یه چنین رفتاری کرد، جزیه گرفت، فلان گرفت، اینا دیگه اینا چیزا تموم شده. امروز حاکمیت به ملیت هست، به فرد فرد ایرانی، ایرانی که اون جا زاده شده، ایرانی که فرزند اون خاک هست، همانقدر حق سیادت بر اون سرزمین 1,648,000 خورده کیلومتر داره که من مسلمان شیعه فقی دارم. این آقای بهایی همونقدر حق داره. چرا؟ یک ملک مشار نمیشه تجزیه کرد، یعنی هیچ کسی نمیشه بگیم این حق من این گوشه هست، این گوشه رو به من بدیم من برم، نه، همون گوشه که او دست گذاشته همه 80 میلیون ایرانی شریک در اون هستن، از نظر حقوقی نمیشه. لحاظا ایران متعلق به همه ایرانی هست، ما ایرانی هستیم، هیچ ایرانی دولتی نمیتواند امروز تبعیض قائل بشه بگه من از این اتباع خودم میخوام جزیه بگیرم، از این اتباع خودم میخوام اینا رو مثلا محروم کنم از حقوق شهروندی، اینا حرام هست، اصلا با عقل جور در نمیاد، با منطق جور، با حقوق جور در نمیاد. اون چی حالا من نمیدونم آقای خایری، یعنی شما وقتی حقوق شهروندی رو فرض کنید که ما میتونیم حقوق شهروندی بهایی ها رو ازشون بگیریم، آیا گرفتن حقوق شهروندی ملازم با اعدام اینها هست؟ خب وقتی ما میگیم که تعامل با اینها حرامه، اصلا تعامل با اینها چرا باید حرام باشه؟ چرا؟ منظور من اظهار نظر شما در مورد فتوای امام حسن آقای خامنه‌ای یا هرچی هستن. اولا آقای خامنه‌ای مجتهد نیستن، فقیه نیستن تا بتونن فتوا بدن. چی هستن فرمیدید؟ ایشون اصلا مجتهد نیستن که تا بتونن فتوا بدن، فتوا رو مجتهد میده، فقیه میده. همین آقای خامنه‌ای، آقا اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، ایشون دو بار آمد تو رادیو تلویزیون تو جلوی میکروفون آمد گفت من مجتهد نیستم. ایشون وقتم که نکرده، وقتم نداره، از زمانی که رهبر شده درس بخونه دو مرتبه بره تحقیقات کنه و مشتهد بشه. اجتهاد، معذرت میخوام، چیزی نیست به آدم، معذرت میخوام یک کلمه رو نمیتونم بگم، آمپول که نیست به آدم بزنن که. اجتهاد آخوند خراسانی در جلد دوم کفایه، اوائل کفایه در باب اجتهاد و تقلید اونجا نوشته، بخونیم، میگه ملکه ایست
اجتهاد ملکه است که طرف با درس هایی که میخوند با جنبندی فروعات با اصول با ادله شرعیه میتونه استنباط کنه. بگنه هر ننه قمر که نمیتونه اجتهاد کنه که بگه حالا بگه من مجتهدم. حالا خنده اینجا داره که این محمد یزدی مجتهد نیست، این امامی کاشانی مجتهد نیست، اینا خیلی چه مجتهد. حالا این آقای رئیس قوه سابق قضایی، این آقای صادق لاریجانی مجتهده، چون که من باباش شاگرد استاد من بودم، من پیش باباش درس خوندم، بعد مرد اصولی بود آمیز هاشم. اینا خاندانشون البته یهودی ان، حالا کار ندارم نسل قبلشون. این آدم مثلا مجتهده، اون جوادی آملی مجتهده، اون جعفر سبحانی مجتهده، اینا مجتهدن. حالا خنده اینجا داره که یک عده مفضول، یعنی یک عده غیر فاضل آمدن نوشتن که آقای خامنه‌ای مجتهد ما میدونیم. حالا شهادت شما چه به درد میخوره؟ شما خودتون مجتهد نیستید، چجوری میتونید شهادت بدی بگین آقا مجتهده؟ اون اوایل انقلاب وقتی چی نشد، و حتی وقتی آقای خمینی مرد، مراجع تقلید یعنی اون زمان برای اینکه اونا که اهل بخیه بودن و مثلا اعتقادی به اسلام و دین داشتن، رفتن سراغ آقای عراقی، گفتن آقای عراقی مرجع دینی ماست، چون که قانون اساسی رو عوض کردن، ایشون فقط رهبر انقلاب. حتی تمام مراجع سلاس اون زمان براش نامه نوشتن، نوشتن حجت الاسلام آقای اسدعلی خامنه‌ای. آقای گلپایگینی نوشت در مسائل مهم کشوری و فقهی خواهش می‌کنم با مجتهدین چی کنید، زیر نظر مجتهدین عمل کنید. چطور شد یهویشون مجتهد شد؟ از کجا پیدا شده؟ خودش در یه زمانی ایشون رفته در یوگوسلاوی، گفت آقا اگه سلمان رشدی این توبه کنه امامش رو میبخشه. آقای خمینی اون نامه کذایی رو نوشته شما حرف من رو نفهمیدی، سلمان رشدی اگه سلمان زمان بشه باید کشته بشه. ایشون آمد تو نماز جمعه گفت من مجتهد نیستم، حق با رهبره، هرچی امام بفرماد همانه. و حتی یک بار دیگر، بار دوم ایشون آمد گفت حاکم اسلامی تو نماز جمعه اصلا با ما هست، بزنید اینترنت در بیارید، نوشته حاکم اسلامی در حد در چارچوب قانون اختیارات داره. آقای خمینی زد تو دهنش، گفت تو اصلا نمیفهمی، تو مجتهد نیستی، حاکم اون فتوای مطلقه رو در آورد دیگه. آقای خمینی گفت ایشون اصلا حاکم اسلامی، گفت که به این عبارتش من میخوام بگم، گفت حکومت اسلامی یا اون حاکم اسلامی یک بخشی از ولایت انبیا هست که استمرار دارد، تو اصلا نفهمیدی. حتی حاکم اسلامی میتواند معاملاتی رو که با شهروندان خودش بسته میتونه به هم بزنه، یعنی آنارشیسم، آمدن با من معامله کرده شهرداری میخواد به همش بزنه. قرار بر این شد که آقا متر فرزین یه تومن بگیره، میگن حالا میگن متر صد تومن بده، قانون که نیست که، آقا گفتن به این میگن آنارشیسم. یک دوم این که گفت که حتی حاکم میتوانند حج و نماز و روزه رو تعطیل کنن. در دیانت اسلام حکومت برای ترویج این اموره، نه برای تعطیلش. حتی معروف شده به این اون ولایت مطلقه این نامه، که ایشون فرداش آمد تو نماز جمعه. اصلا تو خاطراتش هست، توی خاطرات آقای رفسنجانی هست، نوشته یا خمینی چنان تو دهنی بهش زد که این اصلا مرد دیگه، تموم شد. بعد رفتن با آقای خمینی گفتن آقا مثلا خیلی این خرابش کردی، این دیگه به درد نمیخوره. آقای خمینی بعدا اومد ازش یه دلجویی کنه، گفت شما برای مثلا اسلام آفتابی و این دل تعارفای چاکیشون، این حکمشون به عبارت دیگه ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. از هر کسی به فتوای آقای خامنه ای عمل کنه، چی کنه، اصلا واقعا اعمالش باطله، نماز بگیره، روزه بگیره، بر قاضیایی که بر اساس فتوایشون حکم کنن، همه اینا قابل قصاص هستن. به اصلا چرا چه بوده مجتهد نیست؟ خب مجتهد تو قوم هستن، این آقای موسی زنجانی، این آقای شیرازی، خیلی از همین آقای ناصر مکارم شیرازی دوست دین ندارن، مجتهد هست، فقیه. چرا باید شما برید به یک کسی که خنده اینجا داره که این ما شیعه ها همچه به سنی ها ایراد میگرفتیم، میگفتیم که بله علی افضل بر ابوبکر و عمر بوده است اینا. بعد یک شارع شعر کرده، یک شارع سنی به نام ابن ابوالحدید آمد نهج البلاغه رو شعر کرد. اون تو اینا معتزلی هست، نوشته بود که الحمدلله الذی قدم مفصول علی فاضل، خدا را اون خدایی را هم میکنم که مفصول ابوبکر و فاضل علی مقدم داشت. خلاصه
بعدا یه روزی همین اول انقلاب بود، این شیخ شعبان بوده تو لبنان، ما بهش پول میدادیم، اسلحه میدادیم اینا. اون زمان بهش گفته بود که، به من گفت که شیخ عربی وارد هستم، گفت که ببین این که ما این همه سالها میگفتیم که ما طوری میشه مصلحت اقتضا میکنه که مفصول بر فاضل مقدم باشه، شما غر میزدید، حالا دیدید، حالا دیدید چطور آقای خمینی مرده. من خدمتتون عرض کنم که این آقای چی آقای خامنه‌ای بر منتظری مقدم شده. حالا سوال بعدی اینه که قبل از اینکه به تنفس بریم و آقای بیروزی مطالبشون رو مطرح بکنن، این است که این جامعه علمایی که مسئولیت دارن و این حکم خلاف قرآن رو میشنوند آیت الله منتظری رحمت الله علیه، نه اینهایی مستن. که بعد از این فتوای آقای خامنه ای در مورد باهایی اول، ها اولا که بحث در اختلاف است، ما نظر فقهی ما اجماع نداریم. اولا که قرآن میگه انما المشرکون نجس، نجس و نجس با هم دیگر فرق میکنن. یکی اینکه یعنی میگه اینا انحراف فکری دارن نه جسمی، لذا یک کافر میتونه در قرآن هست که میگه لا یمسه الا المطهرون، کسی رو مس نمیکنه مگه یه طهارت باشه. حالا شما بگو یه آدمی که فرض کن عرق خورده بره مس وضو بگیره به قرآن مس کنه، درسته؟ نه، مراد این نیست که وضو بگیره قرآن مس کن، مراد این است که کسانی که فکرشون پاک باز به توحید اتصال دارن، واقعا اعتقاد دارن که ماورای طبیعت خداوند قادر تواناه حی هست که و همه چی در ید تواناه او هست، او چنین افرادی چنین کسانی میتونن از متون دینی درک داشته باشن. منظور اینه. اون نجس هم به معنایی که گفته آره مشرکین مسجد الحرام نزدیک نشن به خاطر اینکه اینا اگه میامدن با کسانی که تا دیروز خودشو مشرک بودن امروز مسلمان شدن با اینا حرف میزدن، پسر خاله بودن، فامیل بودن، عموزاده بودن، ترس از اینکه اینا دو مرتبه برگردن به اون دین، به دین سابقشون، به اینا گفتن آقا این مانع بشید اینا نیاد. فقط از این جد نتیجه برسم آقای حائری که این افرادی که با سکوتشون در این جنایت مشارکت میکنن، تکلیفشون از نظر شما که مجتهد هستین چیه؟ گناهکارن واقعا، اگه به خدا و قیامت اعتقاد دارن اینو سوال میکشن، دلیل نداره انسان. یک شهروندی که ایرانی، من گفتم که اعتقاد ندارم به آیه دینی است، من خدمت کنم به هیچ چیز قبول ندارم. الان نمیدونم که واقعا اینا جاسوس اسرائیل هستن یا نیستن، اصلا مقام نیستم که قضاوت این کار یه حرفا بدم، اما کل حکم کلی رو دارم میگم، به آیان شهروندان کشور ایران هستن، به آیه ایرانی از تمام حقوق مساوی مثل من مهدی حائری برخوردارم، همونقدی که من سیادت و من سلطه و سلطنت دارم بر تمامی اجزای خاک ایران، یه بهایی هم همون قد داره، یه یهودی هم همون قد داره، یه مسیح هم همون قد داره، یه زردشتی هم همون قد داره، اصلا قابل تجزیه نیست. چرا؟ ما در حاکمیت ملی نمیگن آقا دینت چیه؟ حالا بالا اگه یه حزب اکثریت داشت اون کرسی های انتخابات رو میبره، پارلمان رو میبره، اون یه بحث دیگریه، اما در حاکمیت ملی اراده ملی است. فردا اگه ایران خدا نکرده جنگ بشه، خب همه بهایی رو میبرن دیگه، سربازی میبرن، چی میکنن؟ یعنی چه؟ این شما بفرمایید که وقتی که این اقوام شما رو، پسر عموهای شما رو و عموتون و پسر عموهاتون رو، اینها رو اگر که میشه در چند دقیقه قبل از اینکه به تنفس بریم که فرصتی هم بهشون بدید که بتونن فکر بکنن، چجوری اینها رو گرفتن، اتهامشون چی بود، سند اتهامشون چی بود؟ عرض کنم خدمت شما که در اینکه بهائیت دین هست یا نه، ایشان مسلمانی رفتار میکنند، چون باور دارند که حضرت محمد خاتم الانبیا است. اگر جناب ایشان لطف کنن به گوگل چک بکنن، میبینن که در دنیا 4200 تا دین هست نه مذهب، اسلام یکی از اوناست. یهودیا میدونی چرا مسلمان نمیشن؟ برای اینکه اسلام را دین نمیدانند. مشکل ما با مسلمان ها مشکلی است که مسلمان ها با یهودیا دارند.
مشکل بهائی ها با مسلمان ها مشکلی است که مسیحی ها با مسلمان ها دارند. و مسیحی ها، یهودی ها معتقدند که حضرت محمد یک یهودی بوده که بوده واقعا، زنش هم یهودی بوده، و از تورات و قرآن مطالبی را برداشته و کتاب دیگری را نوشته، نه به وحیش قبول دارن نه به آسمانی بودنش و اینا. اینی که بحث دیگه باید بذاریم در خدمت شما، حتما اونو باز خواهیم کرد. ولی در مورد عموی من میان فرمایشتون مهمتر از اون بحثی است که ما چطور میتونیم به عنوان مسلمان و پذیرای اعتقاد یهودیانی باشیم که این چنین به محمد و قرآن نگاه میکنن، و چطور ما میتوانیم پذیرای عقیده مسیحیانی باشیم که محمد رو شیطان میدونن. یهودی محمد رو شیطان نمیدونه، ولی مسیحی محمد رو شیطان میدونه. و سلمان رشدی به عنوان یک مسلمان مسیحی شده به اعتقادات مسیحیتش محمد رو شیطان خطاب میکنه در کتابش. سوال من این است که من نمیخوام اونجا برم، امروز بحث اونها رو مطرح خواهیم کرد که چطور هست که شما با کسی که پیامبر شما رو شیطان اعلام میکنه اجازه نکاح دارید، ولی در مورد کسی که خودش رو از شجره پیامبر شما میدونه. و حالا تفاوتی که با شما داره اینه که به اختتام موضوع اعتقاد نداره که اونا باز بحثاییست که ادامه خواهیم داد. چطور هست که از نظر عقلانی ما با کسی که پیامبر ما رو شیطان اعلام میکنه اجازه وصلت داریم، ولی با کسی که پیامبر ما توهین حمله میکنه، حالا یه عقیده باطل یا غیر باطلی برای خودش داره، او رو محکوم به مرگ میکنیم به لحاظ ممنوعیت تعامل با او؟ ولی دیگری، حالا شما ماجرای دادرسی عموهاتون رو بفرمایید. من آمده بودم تصادفاً بر اساس یک تصادفی با خانم و بچه ها از ایران خارج شدیم در دهم تیر ماه 59 و آمدیم به ترکیه. واقعا نمیدونم چطور شد که همون روز که ما از مرز بازرگان رد شدیم، پاسداران در رضای رفتن که منو دستگیر بکنن و پیدا نکردن. من در ترکیه بودم، شنیدم که پسر عموی من با چند نفر دیگر از اعضای محفل تبریز دستگیر شدن. و عموی من به من نامه نوشت که الان چند روز است که پسر عمویتون با عده از دوستانشون گرفتار شدن و من هرچه دعا و مناجات میخوانم من نامشو دارم. هیچ احساس آرامش ندارم و عاقبت کارشون معلوم نیست. من جواب نوشتم با پست فرستادم که عمو جان مگر پرویز چی کار کرده؟ پرویز یه دکتر داروسازه، دانشگاهش تمام کرده، ازدواج کرده، در تبریز هم یه داروخانه داره و داره کارهای اجتماعیشو و انسانیش انجام میده. بعد از اون یکی از دوستای من از رادیو اسرائیل شنیده بود که عموی منو در تبریز محاکمه و تیرباران کردند. بعد یه آقایی که همزمان با اعدام شدن عمویم رضا فیروزی در زندان تبریز بوده آمد پیش ما، از زندان آزاد شده بود، آمد از دوستای قدیمی بود و توضیح داد که عموی من چجوری کشته شد. و جرارش این بود که در اهر پاسترها حاضر نشدن به خاطر محبوبیتی که در شهر اهر داشت ایشان رو بیارن، از تبریز آقای موسوی تبریزی که خودشو مجتهد میدانه، حالا نمیدونم مجتهد است یا نه، قاتل بالفطره، در هر صورت ایشون دستور میدن از تبریز پاسدارا میرن اونجا میارن. و عموی من جمعاً در تبریز زندانی بود، یک روز آقای موسوی ایشونو میخواد. اون آقا روایتو بلا فاصله از عموی من شنیده بود که گفته عمو وقتی وارد شدم به من گفتش که کافر بشین، و عمو میگه که آقا من کافر نیستم، من نماز میخوانم. گفته ای بخون بینم. عموی من آب میخواد، وضو میگیره و شروع میکنه نماز بهائی را خواندن. وقتی تمام میکنه
آقای موسوی تبریزی ازش میپرسه که آقای فیروزی، شما خودتون بهایی شده اید یا در خانواده بهایی به دنیا آمدید؟ و عموی من چون از مسائل فقه اسلامی خیلی آشنایی و یا راستگو بود 100%، میگه که نه، من خودم تحره حقیقت کردم و از دین مبین اسلام به آیین بهاییت گرویدم. میگه خواهش میکنم بفرمایید. عموی من میره پیش این همین دوست ما آقای کرباسی، خدا روش شاد کنه، چند سال پیش فوت کرده، و جریان و شرح میده و ور میداره یه نامه به پسرش که در سلول دیگه بود بنویسه و نامه را شروع کرده بود که پرویز جان، آقا با من مصاحبه کردند، خیلی آدم خوبیه و من فکر میکنم دستور آزادی منو دادند، من برمیگردم، شما هم صبر بکنید که اگر ایشون شماها را بازجویی بکنن حتما آزادتون خواهد کرد. در همین وقت یکی از پاسدارا میرسه ببینه آقای فیروز چیکار میکنه، میگه دارم به پسرم نامه مینویسم. میگه بس لطفا وصیت نامه خودتون هم بنویسید، چون آقا شما را محکوم به اعدام کرد. آقای موسوی. عموی من یه یادداشت 7-8 سطره داره که من کپشه دارم، اونجا نوشته که به نام خدا، خدا شاهد است از من هیچ گناهی، هیچ اشتباهی صادر نشده است، بدین وسیله از بچه هام خداحافظی میکنم و اگر از اموال دنیا چیزی باقی مانده باشد به هر صورت که خودشون میخواهن بین خودشون تقسیم بکنن، از خواهران و برادران و بچه ها و فلان و فلان خداحافظی میکنن. و این وصیتنامه رو میده دست این دوستای ما آقای کرباسی، بعدشون رو میبرن و تیرباران میکنن. زن عموی من مریم خانم که من بهش میگفتم شیرزن، وقتی به اونا خبر میدن ایشون بر میدارن شیرنی و گل میبرن به پاسدارها. پاسدارها گریه میکردن که ما شوهر شما را کشتیم. گفت شما به وظیفه ایتون عمل کردید. بعد عموی من قبرش در تبریزه، ولی بعدا آدم های خیلی به اصطلاح خشنتری از آقای موسوی پیدا شدن که الان جناب دکتر همین 5-6 ماه بوش یه خانمی که باز فامیل ما مرده بود در تبریز اجازه دفن و کفن ندادند، ازش پول گرفتن بردن در یک راه دور، حالا میگن دفن و کفن کردیم و قبرش مشخص نیست. این که تمام شد نوبت محاکمه پسرموی من شد. حکم ایشون ارتداد بود، حکم ایشان، چون آقای عموی من نمیدونست که در اسلام، حالا ممکنه ایشون قبول نکنه، اگر یک نفر مسلمان بشه یا در خانواده مسلمان به دنیا بیاد و مسلمان بشه و اسلام را ترک بکنه مرتد فطریه، حتی توبهش هم قابل. اما بهایی ها نمیگه ما اسلام را ترک کردیم که. نه، بهایی ها اسلام رو شما ادامه، شما ادامه بهایی ها نه تنها اسلام را ترک نکردن، بلکه بهاءالله سالها در حیفا عکا پیش نماز بود، عبدالبها در حیفا پیش نماز بود. وقتی عبدالبها فوت کرد یهودی ها، شیعه ها، سنی ها، عرب ها جنازه اینو تشییع جنازه کردن، بیش از 10,000 نفر که روزنامه های محلی اون وقت نوشتن. بهاءالله دشمنی با اسلام نداره، عبدالبها دشمنی با اسلام نداره، ولی یک آیین، یک دین دیگری هست. یکی از سوزناکترین مناجات هایی رو که حضرت بهاءالله نوشتن زیارتنامه عاشورا. در بهاییت عزاداری جایز نیست مگر در روز شهادت سید باب خواندن زیارتنامه عاشورا. و این شما حتما زیارت کردید و دیدید اینو. منظورم اینه که به قول ایشان بهایی‌ها هیچ دشمنی با اسلام و قرآن اینا ندارن. آقای مهندسی فرصتی پیش اومد شاید که یادم بره
دو مرتبه این موضوع رو مطرح بکنیم. اینکه خود حضرت بهاءالله پیش نماز بودند و در امور تدریس قرآن و در مشارکت مراسم دینی و اینها شرکت میکردن، از نظر من به عنوان اینکه مثلا مخالفت بخوام بکنم، میتونم بگم که هنوز دین بهایی جا نیفتاده بوده در زمان ایشون، مجبور بوده که این کار رو بکنه، رد میشم از این. اما جای دیگری که از نظر تاریخی خیلی اهمیت داره که توجه بهش بکنن، پسر ایشون که جانشین ایشون بودی که حالا دین بهایی دیگه قوت گرفته و وسیع شده و مربع شده و آماده شده، دیگه نمیشه که بگیم حالا مراحل تکفینشو داره طی میکنه، دین شده دیگه برای خودشون، کسایی که باور دارن. فرزند این آدمی که وارث مدیریت و خلافت این دینی است که منعقد شده، بله، او هم در ترکیه پیش نماز مسجد مسلمان ها بوده، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، بله، مگه نبوده این؟ بله. اشتباه نمی کنم من؟ نه خیلی اشتباه نمی کنم. چطور میشه که مخالفت با اون وقت در فلسطین یا اسرائیل امروزی جز متصرفات خاک عثمانی بود و بهاءالله را سلاطین عثمانی به درخواست ناصرالدین شاه اول فرستادن به استانبول، بعد فرستادن به ادرنه، بعد از اونجا فرستادن به عکا و در سجن اونجا زندانی. عرض من اینه میدونم که میخوام به این جواب بدم، بهایت یک آیینی هست، یک دینی هست که یواش یواش از اسلام جدا شده. حتی تا زمان اخیر مثلا در دوره عبدالبها بعضی از بهایا دو تا زن داشتن، آقای منصور روحانی وزیر آبورد در دوره شاه که همه فکر میکردن بهاییه، پدر این دو تا زن داشتن، از یک زن بچه هایی که دنیا آمدن بهایی بودن. حالا سوال اینجا مطرح هست که آقای استاد، من نمیخوام بخوام اینو تمام بکنم بعد برسم بود. آقای موسوی دستور میده این 8-9 نفر بهایی که در زندان بودن به اینها میگن، میپرسن که هر کدام از شما بهایی زاده هستید یا بهایی؟ همه اینا میگن که ما بهایی زاده هستیم. برای اینا 3 روز کلاس میذاره، کلاس آموزش اسلامی. بعد از 3 روز که آقایون حرفاشون تمام شده، خودش میاد در همونجا با یه خط قرمز، گچ قرمز خط میکشه و میگه اونهایی که به دین مبین اسلام مشرف شدن تش بر اون بره خط، هیچکی نمیشه. دستور میده چشمایی رو میبندن، به دیوار میذارن و دستور شلیک هوایی میده. بعد چشمایی رو باز میکنه و میگه که ببین من با شما شوخی ندارم، به شما 24 ساعت دیگه مهلت میدم که حرفهای آخوندهای مجتهدین ما رو گوش بدید، مبلغین اسلامی رو گوش بدید و به دین مبین اسلام برگردید. بعد از 24 ساعت دوباره گچه میکشه ولی کسی نمیاد. این دفعه دستور میده که همشون رو تیرباران کردن. پسرموی من نیم ساعت قبل از تیرباران شدن دو بچه کوچکشون که یکی دختر 2 ساله و دیگری پسر 5 ساله بود از پشت شیشه بوسیده و اینا محوطه زندان را ترک نکرده صدای گلوله ها را شنیدن. آقای دکتر، من نه از کسی ترسی دارم و نه اینکه میخوام دروغ بگم، خدا نکرده در پیشگاه شما، من هر وقت این دختر خانمو میبینم از انسان شدنم شرم و شگفت ها که این دختر هرگز حاضر نشده در یکی از این تلویزیون ها بشینه و راجع به این موضوع حرف بده. همه اونا رو میگه بخشیدن و بهاءالله به ما دستور داده اگر زهر دهید زهر دهن شکر دهید، اگر زخم نه. و من یه روز شاید نمیدونم اجازه خونه ما شما رو با ایشون آشنا کنم. میرسیم به بقیه فرمایشاتون. که سوال یکی از بینندگان بسیار محترم، ایشون خودشم اقرار کرد که در اوائل بهاییت، بهاییت چیزی یک شعبه از شیعیان بودن، یعنی یک چیزی انشعاب
به اصطلاح مترقیانه یا شیعیان بودن که حرف سوال بزن من حرف بزن من این چیز به عنوان یک آکادمی میگم نه به عنوان ایمان اصلا قربت کنم به هیچ کدومشون فلان نه من اصلا تعصب ندارم گفتم که من سال 72 هیچ کسی جرأت این نشده آبرویم رو کف دست گذاشتم بعدم براشون تظاهرات کردم این من اهل تعصب و این چیزا نیستم اما تو 14 سال دانشگاه درس دادم تحقیقات نشون میده هیچگاه هیچ جای شما نمیتونی کاغذی پیدا کنی حضرت بهاءالله گفته باشه من پیامبرم دین جدید دارم اینه بیار من جلو همین تلویزیون به شما ایمان میارم با هم صحبت میکنیم نه با هم صحبت نه بیار جلو تلویزیون به نشون بده گفته خود اجازه بدیم من این سوال رو از شما کردن نوشتن که با عرض سلام مجدد خدمت شما و دو مهمان نهایت محترمتان اگر اجازه بدهید دو سوال از حضور محترم شما دارن یک در بزرگترین مرجع دانش اسلامی در جامعه الازهر مصر تدریس قرآن کمرنگ بوده زیادتر موضوعات روایات و تاریخ و سنت و حدیث پرداخته می شود همچنان در بزرگترین مرجع علمی قم همچنان آموزش قرآن کمتر از آموزش حدیث و روایت و تاریخ و نهج البلاغه به نظر می رسد و در هر دو مکتب اسلامی کوشش می شود تا قرآن را از دسترس مسلمانان دور نگاه دارند و اسلام را متکی به روایات و تاریخ و غیره می دانند سوال دومی که از نظر جناب عالی آیا شریعت قانون است؟ این قانون از کجا آمده؟ آیا شریعت قانون مستقل از قرآن است؟ اگر شریعت قانون نیست چرا زیر نام قانون شریعت مسلمانان را سر می‌زنند؟ و چرا علمای اسلام در برابر این قانون ساکت هستند؟ از حضور شما در این برنامه وزین سپاسگزارم. این سوال از جناب عالی مطرح شده بله عرض کنم خدمتتون که سوال اول ایشون مال دوم یادت باشه بعد به من تذکر بدی چون یادم میره سوال اول ایشون که در مراکز دینی ما هی به احادیث دست پیدا کنیم این یه سابقه تاریخی داره برمیگرده به دین زردشتیت ما وقتی که ایران تنها کشوری آلا اون زمان ایران اون زمان زردشتیان در زمان ساسانیان چون که کتاب زردشتی کتاب اوستا را متاسفانه این دیوانه اسکندر آتش زده بود پوست آهو نوشته بودن یا پوست گاو نوشته بودن میگن تاریخ هست بعدها این زردشتی ها چند فرقه شدن و اینا زیاد به چون اصل اوستا در دست نبوده به افواهی به چیزهایی که آخوندان یاد گرفته بودن یا میدونستن یا روایت کرده بودن از یه بزرگتر شنیده بودن به اینا زیاد تکه میکردن بعدها در زمان ساسانیان به دستور یکی از شاهان ساسانی مثل همین زمان صفویه شیعه صفوی دستور دادن تمام مملکت اون زمان امپراتوری ساسانی هر که چیزی از آیین زردشتی از شریعت بلده بنویسه بفرسته کتابی نوشته یه چیز داره اینا رو جمع کردن به نام زند اوستای زند بهش میگن جمع آوری کردن بعد تفسیرش هم پازند میگن خب حالا این بموند ما مسلمان ها وقتی که قرآن آمده اول فقط قرآن بوده بعدها همین آخوندهای زردشتی یهودی که مسلمان شدن آمدن اینجوری استدلال گفتن قرآن 70 تا معانی داره ما نمیدونیم دقیقا معانی واقعی قرآن چیه استدلال اینجوری شد گفتن قرآن ظنی و دلاله هست دلالتش زگمانیه اما سندش قطعیه قطعی و صدور برخلاف احادیث احادیث که از زبان پیامبر حالا شیعه میگن از زبان امامان هم هست احادیث چی هستن؟ احادیث قطعی و دلاله هستن و ظنی و صدور برعکس دلالت احادیث خیلی قطعیه فهمش ما میفهمیم در سند اینا ظنی و صدور هم باید بریم سندش رو پیدا کنیم جمع آوری کنیم به همین جهت شما میبینید که در عرض نزدیک 100 سال بعد از فوت پیامبر بیش از 1 میلیون حدیث جمع‌آوری کردن
بهش نسبت دادن. اگه این میخواست هیچ غذا هم نخوره در این 23 سال فقط حرف بزنه نمیتونه یه میلیون احادیث بگه. خب زیاده. مثلا میبینی که در یه زمانی اهل سنت 6 تا کتاب دارن به اینا میگن صحاح سته. صحاح یعنی صحیح، جمع صحیح، سته یعنی 6 شیشگانه که اونا اولی صحیح بخاریه، صحیح مسلمه، صحیح تلمذیه، سنن ابن ماجه هست، مسند احمد حنبل هست اینا. حالا بعدها 400 سال 4 قرن بعد شیعیان دست زدن به جمع‌آوری احادیث بر اساس همین تقلید همین کتابای سنی، باببندی، ابوابندی احادیث درست کردن. ما آمدیم دو مرتبه یه میلیون حدیث ما جعل کردیم، ما درست کردیم، آمدیم از حالا همون احادیث به یه طریق دیگر طریق امامان سلسله سندش به پیامبر بس کردیم، به امامان بس کردیم. دیگه علامه مجلسی آمد و گفت این چیزا خیلی کمه، نامه نوشت به اطراف و اکناب و فلان همه اینا رو جمع. یک کتابی هست زردشتیان دارن به نام وندیدات، مثلا کتاب چیه شریعتشون همین توضیح المسائلشون خدمت هست کنه. اونجا نوشته با شاش گاو رو ناف زن بنویسی بچه مثلا فلان میشه، اینجور میشه. آقای علامه مجلسی این براش کسی پیدا کرد، خلاصه این گرفت ترجمه کرده به عربی، به همه رو به امامان نسبت داده، گفت این هم این همه پیغمبر رفته. حالا من وقتی طلبه که بودم، حالا این رو بگم از مردم خسته نشین، بحثا خیلی سخت خسته کنن. وقتی... سوال ایشون نه حالا میگم اینه که میگن که چرا اینا رو توی حوزه درس میدن. حالا میگن ما وقتی طلبه بودیم میگفتن که خیلی میخواستن عظمت علامه مجلسی صحبت کنن، یک کسی میگفت که مرحوم مجلسی داشت کتابا رو مینوشت، خسته شده بود، یه گربه پیشش بوده نشسته بوده. بعدن وقتی رفت و قضای حاجت کرد به کارگاه، اومد دید تمام کتابا نوشته شده، این گربه جن بود نوشت. بعدها حالا من میفهمم خب کتاب یه گربه مینویسه قربون دارم از این بهترم نمیشه دیگه. نه حالا اینجوری بوده خلاصه. حالا این این اینا رو حالا سوال ایشان هست، حالا بله چرا به جای یاد گرفتن قرآن به آخه قرآن دکون نیست. آخه بدبختی نیست که یه چیزی ما ببین، ما تو جامعه ایران ببین دین از عربستان آمده، در عربستان جامعاتی جامعه روحانیت نداریم، حالا چه مبارزش غیر مبارزش، کسی نمیاد میگه مردم از من تقلید کنید، فتواه من این است. ما چهار امام همون زمان عباسیان چهار تا خلیفه چهار تا امام پیشوا داشتن، بر اساس همونا کاراشون انجام میدن دیگه. نه یعنی مجتهد و تقلید این چیزا ندارن، بابشو بستن، غرف کردن چهار غرفه، هیچ اصلا باز نمیتونن بکنن، مگه اینکه حاکمیت و حکومت ها میگن مثلا به یکی میان میگن آقا یه فتوا به نفع ما بده، اون زمان یه چیزی به نفعش میصادر میکنن. اما در متاسفانه در شیعیان این باب بازه و همینجد هر کی آمده برای خودش یه انقلتی زده، یه چیزی درست کرده و بعدم بعد از صدر مشروطیت دیگه دکون شده واقعا. سوپرمارکت شیش دهنه هفت دهنه مثلا آقا ناصر مکارمی میلیارد ثروت ملی ایران داره، آقا مرجع هستن از شکر و چی و همه چیزی واسه بربونت، برای این چه مرجعیتی خدای پیغمبری جواب چی میده نمیده. حالا این میخوام بگم که امروز سوپرمارکته، بدبختی این است که چون سوپرمارکته فهم حدیث راحت تره. مثلا حدیث پیغمبر گفت که آقا قرآن میگه که حالا یه آیهش من میخورم، قرآن میگه ای مسلمانان موقعی که میخواهید نماز بخونید مشروب نخورید، اولین آیه این آمده، یا ایها الذین آمنوا اذا تقمتم الصلاة مزن خب لا تقربوا الصلاة سکارا مزن خب من داشتم آیه بوزر میخوندم. آره زمانی که مستید نیستید. خب یه مفهوم مخالف داریم، یه منطوق مخالف داریم، مفهومش یعنی بعد از نماز میتونید بخورید، فهمش اینه دیگه. نه قبل از نمازم به موجب اون آیه قبل از نمازم میشه. آره قبل از نماز، بعد زمانی که تو حتی تعلم و تقولون تو بفهمی چی داری میگید. چرا؟ چون یک کسی مست شده بود رفته بود آیه سوره کافرون رو برعکس خونه، گفت ای کفار شما همونو میپرسید، ما میپرسید، ما همونو میپرسید، ما میپرسید. اینو میگن باعت... نسخ شده، در حالی که نسخ نشده. نه نسخ نه، یعنی ربطی به عرق و شراب نداره. این ربط داری به معرفت گوینده نماز داری که اصلا. نماز رو میفهمی یا نمیفهمی اصلا. کلا ما یه مشکل عمده ما مسلمان ها، من حالا یه داستان کوچیک بگم وسط. من رفتم آلمان دانشگاه شرق شناسی رفتم، بهشون گفتم آره من
30 سال 35 سال درس خوندم، فروسول خوندم، فقه خوندم، تاریخ خوندم، اینا اینا گفتن میتونی برای ما در مورد رشید الدین فضل الله یه تحقیق کنی؟ گفتم کاری نداره رشید الدین فضل الله، بله یک از رجال مغولان است. آقا من به من گفتم پول بهت میدیم 5000 مارک. به من 5000 مارک دادن، من رفتم 3.5 ماه یک جزوه 180 صفحه‌ای نوشتم در مورد رشید الدین فضل الله، هر چی تو تاریخ در مورد رشید الدین فضل الله جمع کردم آورد دادم به این آقای پروفسور. حالا نمیدونم زنده است یا نه، آقای پروفسور اندرس اسمش بوده. بعد این خوند و بعد یه هفته زنگ زد من، گفت واقعا من کسی به دانش نالج تو که این همه احاطه داشته باشه یه موضوع ندیدم. اینا آخه فقط اینا به درد عمت هم میخوره. گفتم چرا؟ گفت آخه این همه نوشید رشید الدین فضل الله، این میگفت این کجا پیدا کردی؟ کدوم تاریخ، کدوم مآخذ، کتاب چه سال چاپ شده؟ گفت آکادمی اینجوری نیست که. تازه ما فهمیدم آقا تحقیقات آکادمی اصلا ربطی به اعتقادات و به چیزهای تاریخ، رفتیم از اول هرچی داشتیم ریختیم بیرون، از اول رفتیم یکی برای سند جور کردیم. بعد یاد گرفتیم که تحقیق آکادمی یه چیزی، مثلا برای نمونه تو قرآن سوره نور میگه که آقا زنا دهنده به زنا کننده را 100 ضربه شلاق بزنیم. خب از زانیه به زانیه فضربه همه معتجل 100 ضربه. بعد آمدن گفتن ها این سوره در قرن پنجم، سال پنجم، مدن کن سال پنجم هجری در غزوه بنی المصطلق نازل شده. گفتم سوره نساء آیه فلان گفته که نه این نقص کرده. چرا؟ اون سوره، اون آیه سوره نساء میگه که زنادهنده به زنادهنده را شما مانع براشون بشید، اینا رو منع کنید، خدمت از کنم که اینا دسترسی نداشتن، حتی زنان رو حبس، زنان که به این کار عادت کرده اینا رو حبس کنید در خانه. آقایان فقیهان آمدن برعکس کردن، گفتن ها سوره نساء بعدن نازل شده، سوره نور اول نازل، پس این آیه اول سوره نور یا دوم سوره نور چی شده؟ منسوخ شده. در صورتی که سوره نور در قرن، همجور گفتم اندازه تاریخی، ما یکی از مشکلات ما هست که ما تاریخ قرآن، تاریخ این آیاتی که در چه روزی، در چه ماهی، در چه سالی آمده نداشتیم. تا یک پروفسور آلمانی، یک کسی یه آلمانی رفته اینقدر عربی خونده، اینقدر فارسی خونده، اینقدر ترکی خونده، به اون حدی رسیده تمام سند جز جز اینا رو این کتابا در آورده، به نام تئودور نولدکه. آقا تئودور نولدکه گشیشت دید قرآن نشه. حالا من اینو خواهم بگم، آره بله، فقط من خواستم این اشاره کنم، تحسنش رو داریم که یکی یکی سوال آره. کنیم بله، به همین جد من خواستم بگم که این آیه درست برعکس، اول سوره نور آمده، بعد سوره خدمتون عرض کنم که نسا آمده، سوره نسا میگه این زنان رو حبس کنه دیگه، کشتن و شلاق زدن منسوخ شده. بعد پاسخ اول ایشان به سوال اول شما آیه سلطانی این هست که اعتباری برای تحصیلات حوزوی در اتکای به احادیث و خروج از قرآن، هر نوع سندی که خارج از قرآن باشه، به نظرم اینجور میاد جوابشون که استناد به اینها فاقد رسمیت و فاقد شرعیت. یعنی من تحقیق کردم بعد 1000 تا سند، 1000 تا حدیث هستن که سند دارن از این 1 میلیون. میفرمایند که 1000 تا حدیث هست که اونها معتبره، بقیه حدیث ها رو ایشان قبول ندارن. سوال دوم آقای سلطانی این است که رابطه شریعت با حق حاکمیت فردی در قرآن چگونه است؟ هیچ چیزی بالاتر از حق حاکمیت فردی نیست. من وقتی آزاد باشم، یعنی شریعت قرآنی است یا شریعت روحانی است؟ یعنی مربوط به روحانیت، روحانیت نه، روحانیت هیچ چیزی از آسمان نیامده، هیچ چیزی از آسمان نیامده، همه اینا اجتهاد و برداشت ما هست، فهم ما، فهم انسانیه، میتونه خطا باشه. نیامده بر... کلیه یا احادیثه؟ بله کلن هیچی از آسمان نمیاد یا اینکه فقط احادیث نمیاد؟ نه احادیث که گفته بزرگانه، شریعت، نه شریعت، شریعت شریعت اصولا همون چیزهای بخش از شریعت تو جامعه بود، بهش میگن احکام امضایی، قبلا بود، بردهداری بود، تعدد زوجات بود، خدمت از کنم خیلی چیز، شراب خوردن بود، چیزی از آسمان نیامده.
خدمت کنم. یه آیاتی آمده که جنبه اخلاقی داره، میگه اینا رو کم کنید، اینا رو مثلا اینجوری کنید، چیزای دستوراتی آمده. بعدم فهم ما از شدید آقای دکتر حائری است که سوال اول این است که اتکای به احادیث مبنای اعتبار اعتقادی نیست و نباید باشه. حالا نمونش قرآن در چند 19 جای قرآن، ای مردم ای ایرانیان، 19 جای قرآن خدا به محمد ابن عبدالله میگه محمد تو فقط یه فرستنده، یه مسنجری، فقط حرف ما رو برسون، هیچ کار نکن، فکر نکن چرا اینا مسلمون نشدن. 19 جای قرآن میگه و ما علی الرسول الا بلاغ مبین، تو فقط یک هدف داری، یک رسالت داری، فقط اینه بگو. در چندین جای قرآن سریع قرآن آقا اجتهاد در مقابل قرآن باطله. در سریع میگه و ما انت علیهم به وکیل، محمد تو وکیلی مردم نیستی، و ما انت علیهم به مسیطر، تو سلطه بر اینا نداری. چطور میشه باور کنم با احادیث دست شکوار شکسته به قول استاد من آقای خویی معذف سندها لایدول، با چشپوشی از سندهای اونا هنو دلالت این چیزی که آقایون میگه نداره، چطور میشه من باور کنم که آقا ولایت مطلقه وجود داره؟ آقا چطور؟ آیه قرآن به محمد نهی کرده ولایتش. میگه اینجا میگه آقا مگه نشنیدی النبی اولا بالمؤمنین؟ میگم فلان فلان شده. میگه النبی الف لام داره، الف لام تعریف، یعنی این پیغمبر در جنگ بوده، حفظ جان پیغمبر از نفس مؤمنان محترم بالاتره. این النبی گفت. اگه تو بگی آقا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، میگه خودت نبی کردی، شرکی، مشرکی، ادعا پیغمبری کردی. من میخواستم اتفاقا همین صحبت آقای سلطان، حالا مثلا این نمیخوام بگم، یعنی میگه چقدر فرق قرآن چی میگه اینا چی میگه. یعنی اون آقایی که عموی شما رو اعدام کرد، اگر که وکیلی انتخاب کرده بودن و نمایندهی که قرآن رو میشناخت و اونجا به اون آقای موسوی بود برمونه، به اون آقای موسوی میگفت که بله، به آقای موسوی میگفت آقای موسوی خدا در قرآن به پیغمبرش، رسول اکرم به اعتقاد ما مسلمان ها بزرگترین شخصیت بشری است در جهان. این اعتقاد شخصی لاغل منه. به این شخص میگوید که تو به کار ایمان و اعتقاد مردم فضولی نکن. خدا میگه، خدا بهش میگه، این مرتد اصلا... شد به تو مربوط نیست. میگه تو اصلا تو به تو ربطی نده، ما اگه میخوام اینا رو مسلمان کنیم به یه طرفت برو، به یه طرفت الان اینا مسلمان ناراحت نشه، اینا مسلمان نمیشه. بنابود از این میپرسیدن اگه کسی قرآن رو در از آقای تو ثبت تاریخ میشد که از آقای موسوی پرسیدن که تو الان محارب با خدا هستی که آیه قرآن رو دارن برای تو میخونن که پیغمبر عظیم و شأن تو رو خدا ممنوع کرده از استنتاق عقاید مردم که جاسوسی بکنی که تو دینت بهایی، مسلمون، یهودی هستی، هرچی هستی. آره تو کی هستی که میپرسی؟ این چیه؟ در تمام طول انقلاب همین آیاتی که من خوندم هیچ وقت ایرانی نشنیده یه همچه آیه تو قرآن داریم. من یه دفعه برای کتون میکنم مگه همچه چیزم داریم؟ بله، یک سوال دیگه ای مربوطه، سوال شما هر دو جواب داده شد آقای حالا مثلا این میخوام بگم، حدیث یک کسی به نام صالب ابن مکرم جمال ابو خدیجه، یه آدم مجهول الهویه ای که اصلا وجود خارجی نداشت از نظر تحقیق تاریخی، یه آدمی به نام یعقوب ابن اسحاق ابن یعقوب که به اشتباه خیال کردن که این برادر کلینی هست، این آدم جعلی ساختگی رو درست کردن که تا احادیث را مرحوم صدوق برای اونم تازه برای مشروعیت خودش درست کرده، جعل کرده. و اما روات احادیث اینا جعلیه، یک کتابی رو منتسب کردن به امام 11 هم از همچه کتاب وجود خارجی، اینقدر این کتاب بی سوادانه نوشته شده، اگه میخواستم بدم به احمد آقای خمینی که بی سواد بده بنویسه این بهتر مینوشت. به خدا شما نقش یهودی ها رو در حدیث بعدم توضیح. آره حالا میگه این سوال رو هم توجه کنید بعد به تنفس بریم و برگردیم. استاد مهدی ابتهی که یکی از مشاورین این برنامه هستن میگویند که در اسلام قرآنی هیچ طبقه‌ای وجود ندارد که امتیازاتی بیش از سایر طبقات داشته باشد، بنابراین ما طبقه‌ای به نام طبقه روحانی در اسلام نداریم و به طریق اولا موجودیت مجتهد و اجتهاد مبنای قرآنی ندارد که حکم صادر کند.
پس در اسلام طبقه‌ای به معنای اصطلاحی طبقه وجود ندارد. دلیل و علت آن آشکار است. دلیل آشکار آن این است که بشر در اسلام قانونگذار نیست، بنابراین هیچ گونه تفاوتی در امر اجتهاد و در امر قانونگذاری وجود ندارد. همانند آنچه در تمام نظام‌هایی که بشر در آن قانونگذاری می‌کند رخ می‌دهد، این مردم هستند که در یک انتخابات آزاد باید نمایندگان واقعی خود را انتخاب و در مجلس شورای ملی نمذهبی قوانین موضوع را تصویب و به مردم ابلاغ نمایند. در غیر این صورت طبقه‌ای به نام روحانی یا صاحبان قدرت و ثروت به نفع خود و به ضرر دیگران قانون را تصویب می کنند و وضعیتی به وجود می آورند که امروز همه مسلمانان جهان با آن روبرو هستند. به بیان ساده تر ایشان می فرمایند که شریعت یک کودتای یک طبقه متجاوزی به نام طبقه روحانی است که اینها حاکمیت بر مردم را متاسفانه بودن. این مشکل اینجاست که ما وارث یعنی مسلمانی مخصوصا شیعه، ما بگم که 40% یهودی هستیم، 40% زردشتی هستیم، 20% این وسط خلاصه با مسلمانی هستیم، اینا رو داشتیم. همونا همون علمای بزرگ مدینه که مسلمان شدن، همونا با همون اندیشه یهودی آمدن اینا رو بنا نهادن. یا مثلا همون مثلا در تاریخ داره که وقتی عربا به ایران آمدن اولین کسانی مسلمان شدن آخوندهای زردشتی بودن. مثلا در همدان میگن یک بزرگترین آخوندشون که چی بوده آمد جلو خالد ابن ولید گفت به شر اندر نیام، من شر را تسلیمت میکنم. سه تا شرط دارم. گفت شرط چیه؟ گفت اول اینکه من نماینده خلیفه بشم. اسمش عوض کرد، عبدالرحمن گذاشته. فردا همین آتشکده شاهنشاهی رو گفت مسجد شاه نماز گفت الله اکبر ایستاد نماز خوند. همون آقا با همون عقیده با همون بافتا تصوراتی که از دین زردشتی داشته. از حضورتون اجازه میخوام که حالا من فقط یه جواب این آقا رو بدم که اصولاً بفرمایید. بله اصلا کلا ما میخواد که برگردیم جوابشون رو بدیم. حالا همین میخوام فقط یه کلمه بگم. قانون ما با یکی از اون احادیث که صحیح این میگه ما من رها المسلمین حسن فهو عند الله حسن. هر چیزی که مسلمانان اون رو نیک یافتن در جامعه همون خوبه، همون قانون همونه. اراده مسلمان قانون است، نه یه چیزی نوشته شده قبل تنظیم شده. میدونید آقای دکتر شما جوان هستید و امید به زندگی بیشتری در آینده دارید. من و ایشون پیر هستیم و من فکر میکنم مثلا این آیه قرآنی که نگاه میکنم این آخرین باری باشه که در عمرم من بتونم، چون بقیه شو میخوام بخونم و تا وقتی به پایانش برسم عمرم هم تمام شد. نمیشه. به این مناسبت هست که من مطالبی رو که مطرح میشه میخوام ما بدهی خودمون رو به این مطالب پرداخت بکنیم. موضوع ارتداد فقط یک موضوع نمایش تلویزیونی نیست، موضوعی است که با جان هزاران نفر سر و کار داشته و با جان هزاران نفر بیشتر سر و کار خواهد داشت و در حال حاضر هم داره. در صورتی که اصلا داده، حالا من بعدن گفتی بعدن میگم اینها رو ما میخواییم مطرح بکنیم. ارتداد یعنی به من فردی نداریم. سه چهار نفر از افرادی که همین ایشون الان اشاره کردن، حالا اصلا باهایی مسلمون دیدین بادین از چی میخواد بشه؟ یک کسی که رفته با این پول من با مالیات من دکتر داروساز شده، با مالیات من جراح شده، بگیرن این رو اعدامش بکنن برای این حرفای خرانه احمقانه اصلا دیگه. که فاقد منطق و فاقد ملیت و فاقد منطقه. حالا اصلا میخواد دین داشته باشه میخواد دین نداشته باشه، تو با پول من این آدم رو فرستادی دانشگاه، رفته فارغ التحصیل شده، اینو به خاطر ارتداد که یک امر حدیثی است و اصلا یک امر محدود غیر مربوط به قرآنه، هنوز هم مربوط اصلا در هیچ جای آیه نگفته کسی ارتداد پیدا کرده بکشیدش. گفت آقا کسی که ارتداد پیدا کرده اعمال خودش این کارا که خوبم کرده ضایع کرده. مربوط به خودش میشه، خودشه. ما برمیگردیم اون ارتداد گروهی. حالا من بعد توضیح میدم ارتداد گروهی ملک بوده. بفرمایید. خدا حافظ میشه. بسیار